حسن روحانی رئیس جمهوری نظام فقیه به نیویورک رفته است. قرار است او در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به سخنرانی بپردازد. این در حالی است که همزمان با سفر او به نیویورک یک ایرانی دیگر به خاطر عقاید سیاسیش در ایران اعدام شد و چند نفر دیگر در آستانه اعدام قرار گرفتند. حسن روحانی در سازمان ملل متحد چه خواهد گفت؟ آیا آنچه که او ابراز می کند چنانچه پارسال گفته بود بازتاب دهنده همه واقعیت ها در ایران است؟ در ایران چه می گذرد؟ در عرصه اقتصادی چرا مردم پایتخت ایران همچنان با مشکل کمبود آب مواجه هستند؟ وضعیت حقوق بشر در ایران آیا بهبودی نسبی یافته است یا در دوران حسن روحانی نیز همچنان سیر تصاعدی اعدام ها و بازداشت ها ادامه دارد؟ ایران در منطقه چه موقعیت و وضعیتی یافته است؟ با رویدادهای یمن و آنچه که در عراق و سوریه می گذرد در پی حملات هوایی آمریکا و متحدانش به مواضع داعش در سوریه. سلام به شما عزیزان، جمشید چالنگی هستم در تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا در ساعت 8:30 شب به وقت تهران، ساعت 7 به وقت اروپای مرکزی و 1 بعد از ظهر به وقت واشنگتن نیمه ابری با شما خواهیم بود. در ساعت پیشرو در نیمه نخست برنامه خانم شهران تبری، کارشناس امور سیاسی امور بین الملل، با من و شما خواهند بود تا لحظاتی دیگر. خانم شهران تبری با من و شما هستند. خانم تبری در چند برنامه پیشین تفسیر خبر با ما بودند. به اتفاق شما خوش آمد میگوییم به خانم شهران تبری. سلام. سلام به شما و بینندگانتون. خانم تبری عزیز، آقای حسن روحانی به نیویورک اومد. شما فکر میکنید یک اساساً آنچه که در سازمان ملل متحد گفته میشه چه اهمیتی داره؟ و دوم، آیا حسن روحانی نماینده تمام عیار نظام ایران هست در سازمان ملل یا یک جناح هست یا اساساً نمایندگی میکنه تمام آنچه رو که در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران میگذره، مردم ایران؟ خب چند موضوع مختلف رو گفتید. در عرصه اجتماعی و مردم ایران به طور کلی، خب اون یه جای صحبت داره، برای اینکه معلوم نیست که مردم ایران همه به آقای روحانی رأی داده باشن، یا اگر که کاندیدهای آزادی میتونستن وجود داشته باشن، نامزدهای آزادی میتونستن وجود داشته باشن، آیا آقای روحانی رأی می آوردن یا نه. اون یه بحث بسیار اساسیه. ولی خب از طرف دیگه مردم ایران با تمام محدودیت ها عده زیادی رأی دادن در انتخابات ریاست جمهوری و ایشون انتخاب شدن. بنابراین انتخاب مردم در یک سطح محدودی هستند. ولی همونطور که خود شما بهتر میدونید و همه شنوندگانتون، در حکومت ایران جناح‌های مختلفی وجود داره و آقای روحانی نماینده تمام جناح‌ها نیستند، ولی در حال حاضر رئیس جمهور ایران هستند و در اون موقعیت و در اون به اصطلاح از اون منظر صحبت. حالا چقدر این صحبت ایشون میتونه که
قدرت و قوت تمام بخش سیاسی ایران رو به همراه داشته باشه تا حدی جای بحث هستش. خانم توری، گفته میشه که قرار هست با مقامات انگلیسی هم ایشون دیدار کنه، احتمالاً دیوید کامرون. بله، با نخست وزیر بریتانیا قرار امروز دیدن کنن. دیروز با رئیس جمهور فرانسه دیدن کردن، امروز با آقای دیوید کامرون قرار ملاقات کنن. همطور که میدونید در واشنگتن روز تازه شروع شده و تا وقتی که ما برنامه ما پخش میشه ممکنه که این ملاقات هنوز انجام نگرفته باشه یا از جزئیاتش مطلع نباشیم. به هر حال در حال حاضر اطلاع زیادی از این جزئیات این ملاقات نداریم، ولی قطعاً اون چه که مطرح خواهد شد بین دو رئیس دولت، یکی مسئله باز شدن سفارت در ایران هست، ولی مهمترین مسئله مسئله هسته‌ای هستش. احتمالاً به شهروند بریتانیایی ایرانی خانم غنچه قوامی هم و بازداشت ایشون که در زندان هستند هم اشاره بشه، به احتمال زیاد خواهد شد. اینها مسائل اساسی هستند که بین دو رهبر دو کشور صحبت خواهد شد دربارش. من یک توضیح مختصری بدم. خانم غنچه قوامی جوان ایرانی تابعیت بریتانیا و انگلستان رو هم داره. ایشون برای دیدن یک مسابقه والیبال رفته بود، بازداشت شد همراه چند نفر دیگه، ولی بلافاصله یا مدت کوتاهی بعد آزاد شد. اما زمانی که برای دریافت تلفن خودش، تلفن دستیش به زندان مراجعه میکنه، بازداشت میشه و روانه زندان میشه. محسنی اجایی از مقامات بلندپایه دستگاه قضایی ولایت فقیه در ایران گفته که بازداشت ایشون علت این نداره برای والیبال آمده و دلایل دیگه‌ای داره، احتمالاً سیاسی. به هر حال از این صحبت‌ها در مورد بسیاری گفته شده. اما در همین زمینه‌ها ما می‌بینیم اعدام‌ها ادامه داره خانم تبری در ایران. در زمان آقای حسن روحانی، محسن امیر اصلانی اعدام شد به دلیل افکار سیاسیش. همینطور گفته میشه چند نفر در آستانه اعدام هستن به دلیل اهانت به حضرت یونس، یکی از پیامبران. یه دی بازداشت شدن به خاطر اهانت هایی که گفته میشه اهانت کردن به مقدسات شیعه. آیا این موارد هم در مذاکرات مقامات انگلیسی آقای کامرون و آقای خاتمی ممکنه مطرح بشه یا خیر انگلستان هم؟ من بعید میدونم که اینها به طور اخص مطرح بشه. اینها رو من همونطور که گفتم صحبت ها در حول مسائل کلان خواهد بود، و علت اینم که راجع به خانم غنچه قوامی صحبت میشه به خاطر اینکه ایشون شهروند بریتانیا هستن و وظیفه دولت بریتانیاست که از منافع شهروندان خودش دفاع بکنه. ولی مسائل داخلی ایران به طور کلی مطرح خواهد شد، به طور کلی زیر چتر مسئله حقوق بشر مطرح خواهد شد. وزارت خارجه بریتانیا هر سال یک گزارش مفصلی درباره حقوق بشر در تمام جهان میده و همیشه در این سالها تا اونجایی که من خبرنگار لندن بودم که میرفتم به اینجا، ایران در یکی از رتبه های بالای ناقضان حقوق بشر بوده. و از زمان آقای روحانی که از زمان نخست وزیر ببخشید ریاست جمهوری ایشون میزان اعدام ها نه تنها کم نشده که زیادتر هم شده. حالا اینکه این اعدام ها سیاسی یا غیر سیاسی هستش، به طور کلی به مسئله حقوق بشر برمیگرده و به طور جزئی درباره تک تک اونها من بعید میدونم که غیر از خانم غنچه قوامی راجع به مسائل دیگه صحبت بشه. ولی به طور قطع مسئله حقوق بشر یکی از مسائلی هستش که مورد گفتگو و بحث در هر موضوعی که پیش میاد بین رؤسای دولت ها خواهد بود و هست. بله، من منظورم هم شهران عزیز بیشتر مسئله حقوق بشر به طور کلی هست و تا چند اندازه سیاست منطقه انگلستان، خاورمیانه انگلستان حساسیت داره نسبت به نقض حقوق بشر در کشورهای مثل ایران. من بارها گفتم که یکی از، اگر به وبسایت وزارت خارجه بریتانیا مراجعه کنید میبینید که یکی از اهداف وزارت خارجه بریتانیا در سالهای اخیر، من معتقدم بعد از روی کار آمدن حزب کارگر در سال 1997 بوده که این موضوع اضافه شده به وزارت خارجه به اصطلاح
مواضع وزارت خارجه بریتانیا و در دوران دولت محافظه‌کار هم سر جای خودش باقی مونده. یکی از مواضع مهم وزارت خارجه بریتانیا گسترش حقوق بشر و دموکراسی در تمام دنیا هستش. در بنابراین در هر مذاکراتی که پیش میاد، اگر کشوری باشه که در اون حقوق بشر نادیده گرفته میشه، نقض میشه و دموکراسی وجود نداره، آزادی‌های که همون آزادی‌هایی هستش که در قالب حقوق بشر مطرح میشه وجود نداره، به تبع اونها مسئله میشه برای گفتگوها. ما فقط مسئله ایران نیست، مسئله روسیه هستش، کشور بزرگی، مسئله چین هستش، مسئله تمام کشورهای آفریقایی هستن، کشورهای منطقه هستن، حتی عربستان سعودی و قطر که دوستان نزدیک کشورهای اروپایی هستن. وقتی مسئله مبادلات فیما بین به وجود میاد، گفتگوهای فیما بین به وجود میاد، مسئله حقوق بشر نقش پیدا میکنه. برای چی؟ برای اینکه بخشی از سیاست اعلان شده حکومت بریتانیا هستش. ولی اینکه تا چه اندازه این مسئله حقوق بشر در مواردی نقش داشته باشه، اون بستگی به عوامل دیگه داره و یکی از اون عوامل به نظر من کمپین های گروه های حقوق بشر هستش و دیگه کمپین های گروه های حقوق بشر خود اون کشورها. بین ایرانی ها سازمان های حقوق بشر متعددی وجود داره که این سازمان های حقوق بشر لابی میکنن دولت هایی که درش هستن یا دولت هایی که باهاش در تماس هستن و فشار میارن برای اینکه حقوق بشر رو در ایران بهش پاسخگو باشن. این مسئله مهمیه، مسئله کوچیکی نیستش و دولت ایران نمیتونه به آمریکا بگه که شما مسئله حقوق بشر رو باید نادیده بگیرید یا به انگلیس یا به فرانسه یا هر کشور دیگه. چرا نمیتونه؟ برای اینکه الان دقیقاً به این دلیل که 35 ساله که ایرانی‌ها، بین 4 تا 6 میلیون ایرانی در خارج از مرزهای ایران زندگی میکنن. وقتی که به این بی‌سابقه بوده در تاریخ ایران. در تاریخ ایران هیچ وقت ایرانی‌ها، در تاریخ معاصر ایران البته، هیچ وقت ایرانی‌ها به این اندازه مهاجرت نکردن به خارج از کشورشون. به تک و توک کسانی بودن که برای به دلایل ازدواج یا مثلا مسائل خاصی، کار یا غیره، مهاجرت میکردن. ایرانی ها میرفتن بیرون کار میکردن، برمیگشتن به مملکتشون. میرفتن بیرون تحصیل میکردن، برمیگشتن به مملکتشون. تا 35 سال گذشته ما در فازهای مختلف دیدیم که ایرانی ها همینطور مرتب از کشورشون گریختند، رفتن بیرون. حالا اینها در کشورهای دیگه ساکن شدن، صاحب حقوق هستن در اون کشورها، مشارکت دارن در سیاست و در اقتصاد اون کشورها. در نتیجه میتونن که فشار بیارن به اون کشورها که سیاستشون در مورد ایران یک سری مسائلی رو مراعات بکنن یا ملحوظ بکنن. این مسئله مهمی هستش که دولت ایران ممکنه بهش توجه نکنه و متوجه نباشه که این بیرون رفتن ایرانی‌ها، 4 تا 6 میلیون ایرانی که بیرون هستن، اینطوری نبوده که بگم خب دوست ندارین ایرانو برین، نمیخواین اینجا باشین. اینا فعالیت میکنن، بله، لابی میکنن، بله، و بسیار کار درستی هم هست. اما دولت ایران، آقای دیوید کامرون، حسن روحانی نشستن همین الان در نیویورک فرض کنید گفتگو میکنن. آقای کامرون میگه آقا این کارها درست نیست، حقوق بشر باید رعایت بشه. و بعد خب حالا بگذارم از این که درست یا نادرست، این حرف هست که بین انگلستان و روحانیت شیعه همیشه روابط دوستانه‌ای بوده در طول تاریخ معاصر. اگر گفته بشه آقای حسن روحانی که آقا ما داریم احکام شرعی رو اجرا میکنیم، یک نظامی بر سر کار جمهوری اسلامی، نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر، مردم ایران هم اکثریت بالای 90% رأی آری دادن و ما بر اساس وظایف شرعی خودمون، جمهوری اسلامی هم بسیار چیز معلوم نیست، از اول هم در کتاب ولایت فقیه و بقیه کتابای آیت الله خمینی گفته بودیم که چیز، الان هم داریم حدود و تعزیرات اسلامی رو رعایت کنیم. این قوانین ماست، همونطور که شما یه قوانینی دارید، هر کسی مثلا آزاد مطبوعات، آزاد اونو اسمش میذارید، ما نه یه ضوابطی داریم که اینا قوانین ماست. شلاق زدن، بریدن دست، بریدن انگشت، بریدن حتی سر عند اللزوم مثل قتل دکتر شاپور بختیار و بقیه،
این چه اشکال داره؟ این چه جوابی خواهد داشت آقای کامرون؟ خب مسلماً آقای روحانی همچین حرفی رو نمیزنه که اگر پاش بیفته و اندر لزوم خواهند زد بارها. نه، از صحبت این که مسلماً خواهد گفت که جمهوری اسلامی هستش، ایران یک کشور اسلامیه و قوانین اسلامی در اونجا باید محترم شمرده بشه. ولی راجع به این قوانین اسلامی آقای روحانی بیشتر از هر کسی میدونن که این قوانین اسلامی قوانین به اصطلاح نوشته شده روی وحی منزل نیستش. خیلی از این قوانین اصلا خیلی شاید به هیچ عنوان وحی منزل نیست. اینها تعابیر و تفاسیری هستش که آیت الله ها یا امام ها یا بزرگان دین در مورد چگونگی اجرای قوانین اسلامی تعبیر و تفسیر کردن. ما 500 سال پیش دولت عثمانی قوانین اسلامی رو طوری تفسیر و تعبیر میکرد که در اون زمان 5 قرن گذشته بسیار قوانین پیشروی بودن. بنابراین این بحث که قوانین اسلامی یک قوانین غیر قابل تغییر هستن، بحث همه میدونن که بحث به اصطلاح بحث قابل قبولی نیستش، پای استدلالش پای چوبینه. و اگر به این روش بخوایم ادامه بدیم، برابر این داعش هم که دشمن خونی جمهوری اسلامی هستش داره اسلام رو تعبیر میکنه، اونم داره سر میبره. آیا این درست است؟ نه، ببینید این که درسته یا نیست یه بحث، این استدلالی بکنه. شهران عزیز ببینید این یه بحث دیگه است که آیا درست هست آیا نیست، این تعبیر از اسلام درسته آن یکی درست داره. الان گروه هایی به وجود اومده از همین تعابیر داعش به وجود اومده تا تعابیر مبتنی بر تعاریف حتی هابرماس و پوپر و اینها هم هست، این حضرات نواندیشان اسلامی و بقیه که این ورانورم همون در لندن هم زیاد هستند، از وزیر مهاجر بگیرید ما داریم تا بقیه اینا، این تعبیرها رو به هر حال مختلف هست. اون یه بحث. یه بحث دیگه ای که شاید شما چون در این زمینه تخصص داری من میپرسم، آیا تعهدات ایران در سازمان ملل متحد، همین جایی که آقای روحانی الان به عنوان منبر استفاده میکنه، تعهدات ایران که هنوز امضاشو پس نگرفته، ایران حکومت کنونی ایران رو آیا ملزم میکنه که حقوق بشر رو رعایت بکنه یا نه؟ 100% ایران از امضا کنندگان منشور حقوق بشر هستش، بنابراین متعهد به اون. مثلا فرض کنید در مورد سنگسار، ایران متوقف کرد سنگسار رو، برای اینکه یکی از شرایط مهم مذاکره بودش که ایران سنگسار رو متوقف کنه، متوقف کرد. منتها در ایران کسانی هستند آقای چالنگی که من قبول ندارم که حکومت ایران یک پارچه است. من فکر میکنم حکومت ایران چند جناح مختلف داره. در آخرین بررسی که شده 40 جناح شمرده شده، ولی من معتقدم 3 جناح عمده در ایران هستش. یکی جناحی هستش که مثل القاعده و داعش و غیره میخواد که هر جوری شده مرعوب کنه، بزنه همه رو، بکوبه همه رو به زور، به اون چی که خودش معتقد هستش پایبند بکنه با ارعاب و ترس و وحشت. یکی کسانی هستن که میخوان متعادل باشن، برای اینکه معتقدن که چنون افراطی‌گری در ایران دوام نخواهد داشت، بنابراین برای اینکه حافظ جمهوری اسلامی باشن میخوان که یک راه متعادل رو پیش بگیرن. و یه عده هم هستن که معتقدن راه متعادل هم ممکنه طولانی تر بکنه حکومت ایران رو، ولی تداوم نمیبخشه و به ضرر اسلام در ایران هستش. هستند کسانی که من قبول ندارم که کسانی در ایران در بین نه بس بسر این نیست که خانم تبری بس ببینید جناهای مختلف برای در حکومت هست. نقطه مشترک اینا همونطور که خود شما اشاره کردین حفظ نظام جمهوری اسلامی هست. من جناه سوم رو به طور کلی نمیخوام بگم، حالا فقط 3 جناه هستش، ولی 3 رشته مختلف هستش. من جناح سوم رو نگفتم و من معتقدم که این یه گروه ساکتی هست، حالا اکثریت ساکته یا اقلیت ساکته من نمیتونم بگم چون که سرشارهایی نشده در این، ولی یه گروه سومی هستش که نمیخواد
نمیخواد ببینه که اسلام اینچنین بدنام بشه، که یک نظامی اسلام معرفی بشه به عنوان یک نظامی که نظام دین مردمه اونا. و اینها بهم بگم که اینها از مشترکاً از کسانی هستن که خیلی اسلامی های محافظه کار هستن، مثل آیت الله طاهری که قبول ندارن اصلا ولایت فقیه رو، و یا کسانی که مدرن هستن، کسایی که مدرنن و معتقدن که آیت الله طاهری اصفهان که فوت کرد، بله کسایی که فوت کردن، یا کسانی مثل ایشون که کسان دیگری هستن که اینها مدرن هستن، مسلمون هستن، ولی نمیخوان اسلام چنین بین مردم به اصطلاح بدنام بشه و بیابرو بشه. حالا این جنا را که شما اجازه بفرمایید، چون داریم از بس میریم به جای دیگه، این جنا سومی که شما میفرمایید آیا در دایره قدرت هستن، حالا با کم رنگ هستن یا نیستن، یک بحث. اما مسئله رو وقتی که یه مقدار وسیع‌ترش کنیم، اساساً روحانیتشیه خارج از دایره قدرت حکومتی. کسان دیگه هستن روحانیت شیعه که حتی در زندان هستن، مثل آقای کاظم‌نیی بروجردی و کسانی که به قول شما یا خاموش هستن یا غیر خاموش، هر چه که هست، معتقد هستند که از اساس دیگه این تعبیر و آن تعبیر از اسلام رو نداره. مسئله این هستش که اسلام در جایگاه حکومت به هر حال ناچار هست به یه همچی اقدامات دست بزن. راه حل این هست که به اصطلاح اساسا دین رو از حکومت جدا کرد. بله درسته، منم معتقدم باید دین رو از حکومت. سرچشمه این مسائلی که وجود داره به نظر شما، سرچشمه این به طور کلی این نیستش که دین آمده و تکه زده بر جایگاه حکومت؟ درسته، همه این مسئله دقیقا همینطوره. امتزاج دین و سیاست هم سیاست رو ضایع میکنه، هم دین رو ضایع میکنه. ضایع شدن سیاست کمتر ضرر داره، ولی ضایع شدن دین مردم که عده زیادی به هر حال با اتکای به اون زندگی میکنن، با اون تفکر زندگی میکنن، اخلاق رو از جامعه از بین میبره، اعتقاد رو از جامعه از بین میبره و زیانهای فراوانی داره و خود دین رو از بین میبره. خیلی هایی که از ایران میان میگن دیگه اصلا 80% مردم اصلا به اسلام دیگه اعتقاد ندارن. خب این یک ضایعه بزرگی برای مردم هستش، برای اینکه چه چیزی رو میخوان جانشین اون بکنن؟ برای خیلی ها ممکنه بالا عقاید دیگری داشته باشم. به هر حال مسئله‌ای که من میخوام مطرح بکنم این هست که برگردیم سر صحبت اصلیمون و حضور آقای روحانی در نیویورک. مسئله قدرت های بزرگ، آقای کامرون، آقای اولاند، آقای اوباما، مسئله اینها علهم و فلهم هستش. مسئله اول مسئله هسته‌ایه. مسئله دیگه که الان باز شاید مثلا ردیف اول رو گرفته باشه مسئله داعشه. سر اون الان آقای روحانی اظهار نظر کردن و گفتن که ما دخالت آمریکا رو در و غرب رو، متحدانشون رو در سوریه قبول نداریم، غیر قانونی میدونیم. اینجا فقط آمریکا نیست که در سوریه میخواد بمب گذاری بکنه، اینجا عربستان سعودی هستش، ترکیه هست، اردن هست، قطر هست، امارات هست، همه این کشورهایی که هم منفعت و همسایه ایران هستن. ایران اگر بخواد با اونها از در مخالفت در بیاد، وقت در اقلیت قرار میگیره در منطقه. حالا اصلا آمریکا رو به کنار بگذاریم، بنابراین مسئله الان ارجحیت ها برای کسانی مثل آقای رؤسای کشورهای اروپایی، مثل آقای کامرون در بریتانیا، ارجحیت ها به این ترتیبی که شمردم مطرح هستش و خانم قوامی از این جهت مطرح خواهد شد، نه به خاطر حقوق بشر، بلکه به خاطر اینکه بریتانیایی هست. الان مسئله حقوق بشر وقتی به میون خواهد اومد که این مسائل تا یه اندازه به یه توافقی رسیده بود. بله، خب ببینید خانم طبری، ببینید خیلی اینجا در واشنگتن هم معتقد هستن این وضعیت خاورمیانه به اینجا که رسیده یک مقدار زیادی ناشی از سهل‌انگاری های حکومت دولت اوباما بود در برابر مسائل خاورمیانه و سهل‌انگاری هایی که باعث شده پای جمهوری اسلامی بیشتر دراز بشه در منطقه. همین روزهای اخیر حتی سرانگشت های جمهوری اسلامی رو ما در یمن هم به گفته بسیاری در واشنگتن دیده شده، شیعیان زیدی بر سر کار اومدن یا قدرت در دست گرفتن و با اتحاد با علی عبدالله صالح و همینطور جاهای دیگه پای
روسیه بازتر شده. این انتقادی است که متوجه دولت اوباما هست و به شدت هم هست. درست؟ داری. یعنی این رو تا چه اندازه شما تایید میکنید یا تحلیلتون برای این موضوع چی هست که یه مقداری سهل‌انگاری رو به قول معروف به قول سعدی خود ما یا شما یا همه ما بیتی داره که سر چشمی شاید گرفتن به بیل چو پر شد نشاید گرفتن به پیل که همون فیل سابق باشه. عرض کنم خدمتتون اینو چطور تعبیر میکنید؟ همون اوائل حکومت ایران در عراق دست داشت، نوری المالکی دست نشانده حکومت تهران و جاهای دیگه در قضیه فلسطین، لبنان و بعد سیاست مماشات آقای اوباما رو یکی از منشأ های این مسائل میدونه. تفسیر شما؟ من معتقدم که سیاست مماشات آقای اوباما حالا ممکنه مماشات بوده، ولی از یک طرف دیگه فراموش نکنید که وقتی که بعد از جنگ عراق، وقتی که دولت بوش داشت میرفت بیرون، به قدری احساسات ضد آمریکایی در منطقه خاورمیانه شدید بود که وقتی آقای بوش به عراق رفت با پرتاب کفش ازش استقبال کردند. آمریکا از این موضوع بسیار صدمه دید که وجهش در منطقه خاورمیانه به شدت تضعیف شد و این تأثیر گذاشت در کشورهای دیگه هم، حتی مثل ونزوئلا، کشورهای آمریکای جنوبی که خب در همسایگی آمریکا هستند. بنابراین از این جهت من فکر میکنم که سیاست آمریکا، سیاست آقای اوباما، سیاست آمریکا سیاست غلطی نبوده تا یه زمانی. کاملا به نظر من هم آمریکا هم اروپا، شما فراموش نکنید که زمانی که مسئله لیبی پیش اومد، آمریکا و اروپا، حتی آمریکا شرکت نکردم، اروپا تا مدت‌ها لیبیایی ها تقاضا میکردن از کشورهای از ائتلاف جهانی که بیان به کمکشون و اونها نمیخواستن بیان به کمکشون، برای که گفتن وقتی اومدیم از ما چنان استقبال کردیم برای چی بیایم، و وقتی هم که رفتن نیروی زمینی نبردن. من میخوام بگم که این عقب نشینی آقای اوباما البته که ضرر داشته از یه جهاتی، ولی از یه جهاتی هم منفعت داشته، به طوری که الان ما میبینیم که نیروهای سوریه‌ای دارن تشکر میکنن از آمریکا به خاطر شرکتش، نیروهای عراق دارن تشکر میکنن از آمریکا به خاطر اینکه اومده در عراق و داره نیروهای داعش رو بمباران میکنه، در حالی که اگر این اتفاق نیفتاده بود و ادامه سیاست دولت بوش بود، این به اصطلاح روشنی حاصل نمیشد برای این کشورها که وقتی که خودشون امکان ندارن که با یه نیروی سرکوبگر، با یک نیروی بیره بتونن مقابله کنن، احتیاج به کمک نیروهای دیگه دارن. الان متوجه این موضوع شدن، بنابراین این منفعتشه. خب این به قیمت بسیار گرونی. خیلی معتقد هستم ببینید دو وجه انتقاد داره. یکی که خب خیلی حتی کسانی که ایراد میگیرن در واشنگتن به اعزام نیروهای آمریکایی به عراق و حذف صدام حسین از عرصه خاورمیانه و اینها انتقاد میکنن، میگن اشتباه بوده و نباید این کار میشد. حتی معتقد هستن که بعضی از اینها معتقد هستند که باید یک مقداری در اون موقع کمک میشد برای مهار کردن حکومت، توسعه طلبی حکومت ایران، نظر اونهاست. اما همین عده باز معتقد هستند کار که از کار گذشت، وقتی نیروهای آمریکایی به عراق رفتن و مردم استقبال کردن، اما با لنگ کفش قضیه به پرتاب بوش کشیده شد، اما از اون مرحله هم گذشت، بعدها بیرون آوردن نیروهای عراقی از عراق بسیار کار اشتباهی. این انتقادیش که به آقای اوباما میکنن، کمان که الان میگن حرف بوش رو بارها و بارها رسانه تلویزیون های اینجا نشون دادن که بیرون بردن نیروهای آمریکایی بهشتی خواهد ساخت برای تروریست ها در عراق، و بعد الان میگن که ناچار شده دوباره نیرو اعزام کنه. یکی اینه، یکی از وجوه متعدده به قول علما انتقاد علیه بوش، یکی هم این هستش که به موقع از مخالفان غیر مذهبی اسد حمایت نکرد آقای اوباما، و کار به جایی رسید که الان ناچار بمباران کنه مواضع داعش رو که اون زمان وجود نداشت. خب من معتقدم که بسیار، اولا یک موضوع رو بگم، وقتی که یک جنگی شروع میشه، تبعات اون جنگ بسیار پیشبینیش دشواره.
اینطور آسون نیستش که ما بتونیم بگیم که ما این جنگ رو شروع میکنیم و بعد نتیجه الف و ب و جیم رو فهم. این نیست، همیشه نتایج ناخواسته داره جنگ. علاوه بر اون، ایراد اساسی که به نظر من، البته خیلی ها شاید موافق نباشن، ولی ایراد اساسی که به دولت بوش و حتی بلر برای شرکت در جنگ عراق میشه گرفت، این نیست که چرا رفتن صدام رو سرنگون کردن، این هست که چرا قبل از اینکه این اقدام رو بکنن تمهیدات لازم برای جانشینی یک نیروی اون پیدا نکردن. ما این رو میدونیم در علم سیاست که هرگاه قدرتی از بین برده بشه و خلأ قدرت ایجاد بشه، زمینه برای گسترش نیروهای افراطی اصلا میگن باروره، به عبارت اینجایی میگن زمینه باروره برای گسترش، برای رشد نیروهای افراطی. و این اتفاقیه که در عراق افتاد، این اتفاقی هستش که در سوریه هم به دلیل اینکه روسیه، ایران و حکومت اسد هر سه مشروعیت کافی نداشتند. ببین، این مشروعیت کافی نداشتن الان ثابت شده به خاطر عراق. وقتی آقای ملکی در عراق حکومت شیعه درست کردش، که یک کشوری هستش که مرکبه از شیعیان، سنی ها و اقلیت کرد که حالا سنی هستن ولی اقلیت متفاوتی هستن، وقتی یک حکومت، همه این الان دیگه حرف هم است، که یک حکومت جامع درست نکردش، باعث شد که نیروهایی که اصلا افراطی نبودن بپیوندن به افراطی. در سوریه هم همینطوره، علوی ها اقلیت هستن. آقای اسد اگر میخواست که بر سر کار بمونه و مشروعیت داشته باشه، میبایستی که نیروهای دیگر رو در حکومت خودش شریک میکرد. این کار، این گفتگو مدتهای طولانی انجام گرفت قبل از اینکه اوضاع به اینجا بکشه. اسد حاضر نشد، شاید با پشتیبانی ایران و روسیه، مهمتر از همه. البته این توضیح هم حتما خود شما اشراف دارید که مثلا حکومت سوریه چه در زمان حافظ اسد چه در زمان فرزندش بشار اسد فقط مبتنی و یک پاچه حکومت علوی ها نبود، انواع و اقسام کسانی درش بود، از مارکسیست ها بگیرید تا همین خانم بوسین شعبان که سخنگوی هستن. بفرم. درسته، کسان دیگه هم بودن، ولی اکثریت و به اصطلاح هژمونی اون نظام با علوی ها بود و تمام اختلاف هایی که وجود داشت این بود که بقیه مستثنا شدند از اون. الان هم علت مخالفت اسد و ایران و روس ها با بمباران نیروهای داعش این است که میگن چرا از اسد اجازه نگرفتین، چرا برای همین مشروعیت نداره. خب آقای اسد نمیخواد که مخالفان خودش، کسانی رو که اون میخواد، اونایی رو که اون میخواد، همه رو بمباران بکنه، در حالی که آمریکا نمیخواد نیروهای دموکرات رو بمباران بکنه. بنابراین اینجا اختلافی به وجود میاد. اگر حکومت سوریه و ایران به این موضوع توجه نداشته باشند که هیچ حکومتی که نتونه پایش بر مردم باشه نمیتونه دوام دائمی داشته باشه، و در حالا در ایران یه موضوع دیگه است، در سوریه الان مسئله این هست که باید آقای اسد قبول بکنه که نیروهای دموکرات در کنار اون قرار بگیرن. البته این میگم شهران عزیز، به بس ما به شاخه‌های متعدد خواهیم رفت، چون این که هیچ حکومتی نمیتونه مدت طولانی حکومت کنه مگر اینکه بر پایه مردمی داشته باشه، خب این جای بحث بسیار داره. برای اینکه اولا این مدت طولانی از نظر تاریخی چقدر هست و بعدم پایه مردمی چه تعریفی داره و این پایه مردمی آیا همون شکلی است که در اروپا هست، چون هیچ دولتی در اروپا مسلماً اون شکلی که در اروپا هست مد نظرم هست، به هیچ عنوان مثلا در کشورهایی هستش که خب اول باید برسن به اون حد اروپایی بعدن، وگرنه در کشورهایی هست که پایه مردمی ندارن، سالیان سالم دارن دولت‌ها حکومت میکنن. درسته، ولی متوجه هستید که این دولت‌ها عمرشون تاریخ مصرف داره، عمرشون مثل یک کشور لیبرال دموکرات نیست که در اونجا حکومت ها تاریخ، دولت ها تاریخ مصرف داره و تاریخ مصرفش قانونیه، با خشونت برانداخته بله بحث همینه. اون این دولت ممکنه 30 سال 40 سال 50 سال، ما دیدیم حکومت کمونیستی در روسیه، در روسیه شوروی 70 سال دوام پیدا کرد ولی نتونست
دائمی نبود، از بین رفت و چیزی که با حاصلش زیان مردم شد. در حالی که وقتی دولت ها میرن، حالا اون بحث در قالب حتما میپردازیم به این نکته. خواهیم گرفت گفتگو با خانم شهرآن طبری رو. تفسیر خبر ایران فردا، لحظاتی دیگه. خانم طبری عزیز، یک پرسش بسیار ساده. مردم تهران دارای آب آشامیدنی کافی نیستند، دست کم بخش بزرگی از تهران و همینطور جاهای دیگه از ایران. این طبق موازین بین المللی در انگلستان مثلا این جزء حقوق بشر حساب میشه یا نه؟ اگر در لندن شما یک بخشی مثلا منطقه چلسی شما طرفدارید، تهیه کننده برنامه تینای عزیز ما هم طرفدار تیم چلسی هست، در منطقه چلسی مردم آب نداشته باشن یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته، چه اتفاقی میفته؟ یا پاتنی یا جاهایی. اگر این نداشتن آب به دلیل مدیریت غلط دولت باشه، اگر این رو بتونن نشون بدن که دولت با مدیریت اشتباه و غلط و به موقع انجام ندادن کارهایی که لازمه و سرمایه گذاری هایی که لازمه باعث این موضوع شده، اون دولت حتما سقوط میکنه. من اینو به شما اطمینان میدم. یا اگر همون موقع سقوط نکنه، جنجالی به پا خواهد شد که اون دولت در انتخابات بعدی برنده نخواهد شد. مسئله آب مسئله بسیار بسیار مهمی هستش. بدون آب مردم نمیتونن زندگی کنن. بنابراین من سالها در رادیو که کار میکردم، اگر شما خاطرتون باشه، بارها در مورد آب با کارشناسای این مسئله از جمله آقای مهندس گلشایان صحبت کردم. ایشون همیشه معتقد بودند که مدیریت آب مهمترین مسئله است. در ایران که کشور کم آبی هستش، این مدیریت باید به نحو اصلح انجام بگیره. اگر نگیره، با این کمبودها و با این مشکلات مواجه هستیم. سیاست‌های غلط، سرمایه‌گذاری‌های بد، بی‌توجهی باعث این مسئله شده و دولت باید پاسخگو باشه به این مسئله. حالا اگر یه کشیش همون محله چلسی که گفتم تیم فوتبال بسیار معروفی هم داره بیاد، یا حتی اسقف کانتربری بیاد بگه که آقا این بیابی مردم در اون مناطق ناشی از اینه که مردم مثل از این حرفایی که میزنن در مورد، ناشی از اینه که مردم از بس گناه میکنن و این حرفا باعث شده که خداوند غضب کنه و بیابی بشه، عکس العمل چه خواهد؟ خب من معتقدم که هیچ یک از مقامات دینی در بریتانیا این جهالت رو ندارن که چنین صحبتی بکنن. اونها میپردازن واقعا به بررسی اینکه علل اقتصادی، مدیریتی، آب و هوایی و غیره و به یه نتیجه میرسن. هیچ کس در اینجا از این حرفای نمیزنه. این حرفا حرفای کاملا همونطور که گفتم ناشی از جهالته. یعنی سوژه نخواهد شد برای روزنامه‌های طنز انگلستان. اگر کسی این حرفو بزنه که نمیزنه، به نظر من حتی ساده هم همچی حرفی نمیزنه، چه برسه به اسقف اعظم کانتربری که بسیار شخص تحصیل کرده و فهمیده ای هستش. اگر یک کسی ساده هم این حرف بزنه، حتما موضوع کمدیای فراوونی خواهد شد در. سپاسگزار هستیم خانم شهرآن طبری عزیز که با ما و بینندگان ما بود. متشکرم از شما. به امید دیدار شما در برنامه های آینده تفسیر خبر. متشکرم. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. با من و شما هستند آقای فرد صابری که چهره ای آشنا برای شما عزیزان هستند. پیش از این میهمان من و شما بودند در تفسیر خبرپارها. فرصتی است که با ایشون که در استکهلم هستند به گفتگو بپردازیم در ارتباط با سفر آقای روحانی به نیویورک و موضوعات دیگه. سلام به شما فرد عزیز. سلام جناب چرنگی، خدمت شما، به همکاران شما، به تمام بینندگان شما در هر جای دنیا که هستن.
آقای سامری عزیز، من میدونم که شما به دقت دنبال میکنید اخبار رو، مطالب مربوط به ایران رو در نشریات سوئدی زبان، انگلیسی زبان و گاه نیز فرانسوی زبان. به ما بفرمایید که سفر آقای روحانی رو به نیویورک، سخنرانی ایشون رو همچنان که سخنرانی های احمدی نژاد بقیه رؤسای جمهوری ولایت رو در نیویورک تا چند اندازه حائز اهمیت میدونید، دارای اهمیت میدونید؟ انشاخانی رؤسای جمهوری اسلامی همچنان که انشاخانی بقیه کشورها رهبرانشون. جناب چالنگی، خدمت شما عرض بکنم که اول از همه باید اینو بگم که اون ماه عسلی که دفعه پیش آقای روحانی به طرفدارانش راه انداخته بودن که آقای اوباما و آقای روحانی با هم صحبت خواهند کرد به تمام این مسائل، اونها تمام شده تقریبا، یعنی دیگه اون مسائل وجود نداره. آقای روحانی این دفعه که میره برای سازمان ملل عمدن با دستی خالی اونجا میره، یعنی برای بذکر کردن مسائلی که خدمت شما عرض خواهم کرد. دفعه قبل آقای روحانی دائم داشت صحبت از این میکرد که سیاست ایشان مست سیاست آقای احمدی نژاد نیست، بلکه برنامه‌های اون یه خصوصیات خاصی داره. خوب باید پرسید که این سیاست آقای روحانی در عرض این یک سال چی بوده؟ من میدونم، شما میدونید و ایرانیان میدونن که سیاست ایشان جز یه چهره امنیتی در داخل کشور چیزی دیگری در این مدت نبوده. در این 15 دقیقه اجلاس عمومی سازمان ملل که یک سری صحبتهایی که ایشون صحبتهایی رو که خواهند کرد، به احتمال زیاد ایشون بذکر کردن یک سری از مسائلی که یا کلیگویی در وهله اول و بعدش هم بذکر کردن مسائل هسته‌ای در داخل کشور هستش. بک شاید هم دیداری داشته باشه با آقای دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا. این فکر کنم چیزای خلاصه‌ای باشه که من فکر می‌کنم که آقای خانی در سازمان ملل با این رفتنشون اونجا انجام خواهند. یعنی می‌فرمایید کارنامه یک ساله حسن روحانی از سفر پیش به نیویورک تا سفر الانش به نیویورک کارنامه مثبتی نیست برای مخاطبانش در مجمع عمومی سازمان ملل؟ جناب چالنگی، بذارید با اگه بخوایم گزینه ای صحبت بکنیم، در چهار گزینه ای که پایش آقای روحانی مواجه بودن و اون گزینه ها عبارتند از اجتماعی، اقتصادی و مسئله هسته‌ای و مسئله مبارزه داعش هم که به اون اضافه شد، اگر شما به اینها یکی یکی بپردازین شما میبینین که فرقی در سیاست های ایشون نکرد. ایشون سر مسئله اجتماعی که دیدین زمان گذشته، زمان آقای احمدی نژاد، سپاه پاسداران و نمیدونم تمام این چیزهایی که دارن برای سرکوب در داخل کشور بودن، در خیابان ها بودن، آقای روحانی که اومدن اون جو رو کنار گذاشتن و جو امنیتی به جاش آوردن، یعنی از ورزش گرفته تا فرهنگ و تا هنر رو بیاین همینجوری در تمام جاها شما جو بسیار جو امنیتی است. در مورد مسئله اقتصادی شما میبینید که تورمی که ایشون صحبتش کردن که میخوام پایین بیارن، تورم رو 40-42% باقی مونده، در صورتی که ایشون با یک سری از ارقام و اینایی مثل آقای احمدی نژاد میاد جلو و میگوید که تورم به 23% رسیده، در صورتی که آقای توکلی در همین روزهای گذشته در مجلس اعلام کردند که تورم هیچ فرقی نکرده، تورم همون هست، ولی آقای روحانی معتقد هستند که دفلیشن شده، یعنی اینکه قدرت خرید مردم بیشتر شده، در صورتی که همه میدونیم که قدرت خرید مردمی وجود نداره، بلکه قدرت خرید مردم در همون سطح باقی مونده که زمان آقای احمدی نژاد بود. در مورد سیاست هسته‌ای، سیاست هسته‌ای که دیدیم که در عرض این یک سال مذاکراتی که داشتم پشت درهای بسته و خیلی جاهای دیگه که با کشورهای مختلف داشتم به صورت باز یا بسته پشت درهای بسته، دیدیم که به شکست خورده، به نتیجه ای نرسید. در مورد مبارزه با داعش هم که خودتون دیدین تو همین چند روز پیش کنفرانس بزرگی که در فرانسه بودش، از تمام کشورهای عربی دعوت شده به جز کشور ایران،
به خودتون دیدین که آقای خامنه‌ای زمانی که بعد از عمل پروستاتشون از بیمارستان اومدن بیرون به چه شکل برخورد کردن، این خودش گویای همه چیز هستش که ایشون صراحتا برگشتن گفتن همون دختره سخنگوش اینی که عملا شکست خورده. آقای روحانی به نظر من اومدن در سازمان ملل در عرض 15 دقیقه یک سری مسائل عمومی رو عنوان کردن به شکستن و ذکر کردن این مسائل اصلی که باید بهشون رجوع بده که نمیتونه بکنه اینا. شما یک اشاره کردید آقای صابری که آقای خامنه‌ای بعد از عمل پروستاتشون این گونه برخورد کردن یا اینطور برخورد کردن، یعنی نوعی که شما مطرح کردید من برای روشن شدن میخوام ببینم که یعنی معتقد هستید که عمل پروستات ایشون در دیدگاه های سیاسیشون هم اثر گذاشته، یعنی فرق کرده، یعنی اشاره کردید به عمل پروستاتشون چه؟ خاطر اینکه زمانی که آقای خامنه ای از بیمارستان بعد از عمل پروستاتشون اومدن، دوربین ها به میکروفون ها به طرف آقای خامنه ای رفتن و آقای خامنه ای در سخنان خودشون در مورد مسئله هسته‌ای و مسئله بین‌المللی ایشون گفتن که دقیقا من سخنان خود آقای خامنه‌ای رو میگم. ما منظورش بفهم. اصلا همون دختره سخنگوشون که وامیسته این حرفا رو میزنه و معاون اون هم که یک ذره است، یعنی خانم بندی شرمن رو داشت میگفتن. یعنی شما حساب بکنید رهبر یک کشوری که اینجوری صحبت میکنه گویای همه چیز هست که آقای روحانی چیزی نداشت. سوال من این نبود آقای فرد عزیز که چه گفتن بعد از عمل پروستات. شما اشاره کردن بعد از عمل پروستات ایشون چنین دیدگاهی داشتن. حرف من این بود که سوال من این بود که آیا عمل پروستات روی دیدگاهشون اثر گذاشت منظور شما بود یا نه؟ شما داشتین به یه تاریخ اشاره میکردین، یعنی تاریخ، چون به هر حال برای گروهی هم در جمهوری اسلامی عمل پروستات آقای خامنه ای یک مبدع تاریخی شده، یعنی من دیدم تو رسانه های دولتی میگن که بعد از عمل مقام رهبری یا قبل از عمل به بیمارستان برن این یه جور مبدع تاریخ شده. الان روشن کردین که منظور شما مسئله اشاره به یه تاریخی بود. تاریخ مسئله من پزشک که نیستم که بدونم که اون دواها روی ایشون تاثیر کرده یا کسایی که رفتن ملاقات ایشون تأثیری داشته، اونا رو متاسفانه نمیدونم. خب آقای صابری، من شما در دورانی عضو یکی از شوراهای بخشی از استکهلم بودید، شوراهای شهر، درست میگم؟ بله درست. و در انتخابات اخیر هم شرکت کردید. بله. و پیروز شدید. آقای جالنگید میدونید که نه، فعلا نه حزب ما نه اصلا سوئد سیاستش متاسفانه هنوز مشخص نیست، به خاطر اینکه تقریبا اندازه همدیگه را بودن و دولت تا الان تشکیل نشده. البته سوسیال دموکرات ها با مقداری بالاتر برنده شدن ولی دولت تا الان نمیتونه تشکیل بده، به خاطر اینکه بودجه‌ای که ارائه میکنن به لایه هایی که میدن باید رای گیری بشه و به همین دلیل حزب راست که ما، یعنی حزب طرف جناح راست که باختن، احتیاج داره جناح چپ به جناح راست که بتونه رأی بده به این رایه هایی که در مجلس میارن. اینا فعلا هیچی مشخص نیست آقای چارنگی، در فرصت بعدی خدمت شما خواهم گفت. حالا امیدوار هستیم مجددا اون چی که شما میخواید بشه راه پیدا کنید و باز بنشینید بر صندلی هایی که هدفی غیر از هدف های خیرخواهانه نداره در کشورهای مثل سوئد و جایی. اما پرسش من این هست، با تجربیاتی که شما دارید، ببینید الان بخشی از تهران دوچار بیابی است، بخشی از کرمان، کشاورزی ممنوع، جاهای دیگه هم بیابی دارن، بلوچستان که بیابی مزمن داره در طول تاریخ میبینیم مردم با چه مشکلات رو بره، اصلا خوزستان، جنوب ایران و همه جاهای دیگه بسیار. شما یه همچین مشکلاتی رو چجوری حل میکنید؟ در صورت چطور حل میکنن وقتی که شما بودید؟ آیا میاید اگه کسی گفتش که آقا این نشد وز که آب آشامیدنی آقای خامنه‌ای گفته بود آب برق رو مجانی میکنیم، من آب آشامیدنی هم گیره اون نمیاد، زندان میفرستینش به تام اهانت به حضرت یونس مثلا ممکنه اعدامش کنی، چه میکنی؟
جناب شرنگی، ببینید سوال خیلی قشنگی کردید. دقیقا همین امروز صبح که تلویزیون سوئد هم نشون میداد، بارون شدیدی که در سوئد اومده خیلی خیابونا رو آب گرفته و این آبها از طریق فاضلاب که باید خارج میشدن نشدن، به بعضی جاها گرفته بوده. بلافاصله به مدیریت اون قسمت رجوع کردن و خواستن که چرا اینجوری شده و زیر سوال گذاشتن اون که به چه شکل باید این کار انجام بشه. در کشور ایران متاسفانه ما مدیریتی نداریم که بهش رجوع بکنیم. شما هر مدیریتی که باید میخواید بهش رجوع بکنین، اول باید با بیت رهبری صحبت بکنین و از بیت رهبری باید رد بشه، بعد به مسئله مدیریتی برسیم. کشور مدیر نداره. عملا اگر بخوام در دو کلمه خلاصه بکنم، کشور ما صاحبی نداره. درسته که آقایون خودشون صاحب اون کشور میدونن، اینا صاحب کشور زمانی است که تکنسیان های مختلف، مدیران مختلف داشته باشه، سیاست مدارای درستی باید داشته باشه که بتونن با همدیگه همگام جلو برن تا بتونن کشور رو به جلو ببرن. شما میبینید که کوچکترین مشکلی از یه آتش سوزی که ایجاد میشه بگیرید تا یه سری که ایجاد میاد تا بیابی که شما الان گفتین، اینها همه منجر به این میشه که هر کی ساز خودش میزنه، چون کشور مدیریت نداره. اگه مدیریتی درستی داشتیم سطح ها رو اینجوری نمیکردن که کشور به این بیابی عظیم مواجه بشه. اینا شما الان خودتون گفتیم که بیابی مثلا زایندرود به اون صورت، رضاییه به اون شکل، کم کم همه جا رو داره میگیره. و آقای روحانی یکی از چیزهایی رو که باید به نظر من پاسخ بده در جامعه جهانی اینه که آقا شما خیلی قولها داده بودین زمانی که اومدین، دفعه پیشم که اومده بودین سازمان ملل خیلی قولها داده بودین. چی شد این قولهای شما؟ اگر آقای روحانی بیاد در پاسخ این سوال شما بگه آقا شما چقدر ساده هستید، چرا یقه منو میگیرید؟ خود آقای خمینی بنیانگذار رهبر انقلاب اسلامی قولهای بسیار بهتر و بیشتری نسبت من گفت. حتی مارکسیست ها آزاد هستن، برای اونا حتی عشق ریخت. آب و برق مجانی میکنی، ارتش ایران نمیخواد شما آقای خودتان باشید و شما بر چشم ما جا دارید و ولی گرفت اعدام کرد. اما همه این قولها رو داد، یه جور دیگه عمل کرد، روز ضدش عمل کرد. وقتی هم گفتم گفت این خدعه بوده، لازم بوده، در اسلام هم هست به گفته ایشون. بعد آقای روحانی بگه علاوه بر ایشون بقیه هم همین. اون یکی آقای رفسنجانی باز وعده‌ای داده بود، سردار سازندگی، آقای خاتمی یا نکردن یا نشد یا هرچی که بود، و یا عمدن وعده‌های فریبانه‌ای دادن. شما چرا از من انتظار دارید؟ چه خواهید گفت؟ چرا آمدید؟ چرا باور کردید؟ ببینید آقای چلنگی، بازم میرسیم به خود منظومه این نظام جمهوری اسلامی. یعنی شما یه چیزی دارید به نام جمهوری اسلامی در کشور، هر کی که بیاد سر کار نمیتونه کاری بکنه. من فکر میکنم که آقای روحانی خودش بهتر از من شما میدونه که در این نظام جمهوری اسلامی، در منظومه جمهوری اسلامی کاری نمیشه کرد و باید اعلام بکنه که آقا جمهوری اسلامی به شکست خورده و کشور رو نمیشه با این قانون اساسی، با این وضعیت به جلو برد. حالا شما بگین از آقای روحانی پشت، آقای روحانی حال نمیتونه بیاد تو میدیا این صحبت رو بکنه؟ تو چرا باید بکنه آقای ده ده. چرا باید بدیم که صحبتی رو کنم؟ به چه دلیل؟ این آیا مثلا آقای روحانی مگر انتقاد آقای خامنه ای، آقای خاتمی مگر نیومد به صراحت گفت در جنبش دانشجویی که آقا من از من انتظار دارین علیه نظام قدم بردارم؟ من نیست، من به این نظام وفادار هستم، اعتقاد دارم. چرا باید بیاد بگه شکست خوردیم؟ خیلی هم معتقد هستن که پیروز شدن. حرفای آقای روحانی رو ببینید در مورد منطقه جاهای دیگه. چرا؟ ببینید آقای چالنگی، درسته شما اینو میگین، میاد تو در میدیا این صحبت ها رو بکنه، ولی جایی که شکست خورده آدم میتونه بیاد یه صحبت های بیرون بکنه، ولی خودش به خودش گول نمیتونه بزنه. آقای روحانی، آقای خاتمی، همون آقای احمدی نژاد، همه اونها میدونن که با این وضعیت کشور نمیشه جلو برد. یعنی از اولش هم گفتم دولت هایی که معمولا میان در جمهوری اسلامی 4 سال به 4 سال، اینها برای درست کردن کشور که نمیان. شما صحبت از دولت میکنید، دولت یعنی سازندگی کشور، یعنی یه سری
مدیرانی میاره سر کار، تکنوکراتایی میاره سر کار، سیاستمدارایی میاره سر کار که کشور رو به جلو ببره. ولی متاسفانه این دولتایی که میارن سر کار اینا برای بزک کردنه، یعنی بزک کردن جمهوری اسلامی، همین کارو روحانی میکنن. حتما آقای فرید صابری عزیز زمینه پرسشی رو فراهم کردن که در برنامه‌های آینده حتما با ایشون و بقیه مهمان‌ها در میون خواهیم گذاشت. این که آقای روحانی و بقیه، آقای احمدی نژاد و بقیه میدونن که با این اقدامات و این کارها نمیشه کشور رو پیش برد. پرسش این هست که آیا هدف پیش بردن کشور هست یا پیش بردن منویات و خواسته‌ها و مطالبات نظام؟ دو موضوع کاملا مختلف. پرسشی که با آقای فرید صابری یا مهمانان دیگه و مهمانان دیگه در برنامه های آینده حتما مطرح خواهیم کرد. سپاسگزار هستیم آقای فرید صابری گرام. پیروز باشین، روز شما خوش. با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، بوچال، سند و سبلان، آسماری، کوساران، دراک، دلهو و زگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، دلهایتان شاد.